یک غذای خیلی خوشمزه است که شما میتونید این غذا را آماده بسازید. ما باید منتظر باشیم تا پیاز یک وقت خوب سرخ شود. برنج مخلوط میکنیم در آب. بادمجان رومی را هم اضافه کردیم. باز میکسریم که بادمجان رومی هم خوب سرخ شود. قروت هم اضافه کردیم. حالا مخلوطش میسازیم. بسیار یک لونچلو خوشمزه با طعم خیلی خوب امروز ما خواستم براتون آماده بسازم. در استایش یاد گرفتین و میتونین که در خانه هم آماده بسازین. بارز سلام و خسته نباشین خدمت تمام شما بیننده‌های خوب تلویزیون طلوع و برنامه پخت پز. یکی دیگر از برنامه‌های پخت پز است و خیلی خوش هستم از اینکه با یکی دیگر از برنامه‌های پخت پز نیم ساعت مهمان خانه‌های شما عزیزان هستیم با آماده کردن غذای خوشمزه دیگر. امید است در هر سر دنیا که هستین خودتان و اعضای فامیلتان صحتمند باشین و در کرن گرم خانمیتان هم نشسته و برنامه خودتان تماشا بکنین. امروز میخوایم ما در برنامه برتان لونچلو با گوشت مرغ آماده کنیم. یک غذای خیلی خوشمزه است که شما میتونین این غذا را آماده بسازین و در شروع مواد لازم شد به تمام شما خوبایی که با ما هستین به معرفی میگیریم. مرغ یک عدد، برنج یک کیلو، پیاز یک عدد و سیر مقدار لازم، قروت یک قوطی، بادنجان رومی دو عدد، زردچوبه، زیره درست و نمک هم مقدار لازم. قبل از اینکه برنامه آغاز شد مقدار آب اضافه کردیم. حرارتش روشن میکنیم تا که آبش جوش بیاید. میگذاریم تا که روغن خوب گرم شود. وقتی روغن گرم شد باز پیاز هم میخواییم که اول خوب سرخ کنیم. تختر هم ضرورت داریم. خوب از تختر هم بگیرم و حالا یک کارد بزرگتر ما میگیرم. میخواییم که پیاز خوب خرد خرد ریزه کنیم. اول پیاز خوب سرخ میکنیم. در هوای سرد مخصوصا شما دچار سرماخوردگی بیشتر میشین، به این خاطر کوشش کنین که بیشتر از پیاز استفاده کنین. میتونین به این شکل همه روزه در غذایتان و در سالات که شما برای هر تایم وعده غذایی آماده میسازین از پیاز خام هم استفاده کنین. بالاش نمک بریزین، نوشجانش کنین، خیلی میتونه مفید باشه. پیاز هم اضافه کردم، البته ریزه ریزه کردمش. حالا میخواییم در روغن اضافهش کنیم و ما باید یک کمک منتظر باشیم تا روغن خوب گرم شد. وقت روغن خوب گرم شد باز پیاز هم میخواییم اضافه بکنیم. گوشت هم که من گوشت مرغ یک عدد مرغ زنده بود که من خواستم ایره به شکل یخنی در آب و نمک خوب بخارش دادیم در دیگه بخار تا که خوب نرم شده. و حالا پیاز اضافه میکنیم بالای روغن. میکساریم تا که باز پیازم خوب سرخ شوم. مخلوطش میسازیم. حالا میگذاریم تا پیاز سرخ شد. یک کمک نمک هم باز میخواییم بالاش اضافه بکنیم. و اینجا خواستیم از سیر استفاده کنیم که خود سیر هم خامبوی گوشت از بین میبره، هم یکی از ترکاری باب خیلی خوب است که فواید خیلی زیاد داره. پیشگیری از امراض سرطانی میکنه دقات آخری که در مورد سیر انجام دادن. پس خوب است از سیر هم همیشه در پخت پزتان استفاده بکنین. سیر هم ریزه ریزه میکنیم. به این اندازه سیر یک ذره بزرگتر ریزه کنیم خوب تر است. اما باید پیاز رو بگذاریم تا خوب سرخ شود. سیرم بالای گوشت مرغ اضافه میکنم. وقتی که باز گوشت اضافه کردیم با سیر یک جا اضافهش میکنیم. ببینیم که آهسته آهسته پیازم سرخ میشه. مخلوطش میسازیم. دوباره میخواییم که سرپوشش هم بالاش بگذاریم. و آب که برای برنج گذاشته بودم آهسته آهسته دیگه جوش میایه. میخواییم که برنج هم اضافه کنیم. امروز خواستیم از یک کیلو برنج البته استفاده کنیم. ببینیم آبم جوش میخوره. اما باید بگذاریم تا خوب آب یک چند سر جوش بخوره. بعد از باز برنج اضافه کنیم. امروز خواستیم لونچلو با گوشت مرغ براتون آماده کنیم که شما میتونید لونچلو با گوشت گوساله آماده کنین، با گوشت گوسفند آماده کنین. امروز خواستم که با گوشت مرغ براتون یک لونچلو خیلی خوشمزه با طعم خیلی خوب آماده بسازیم. پیاز هم یک بار مخلوط میسازیم. پیاز هم میبینیم که اما باید منتظر باشیم تا پیاز یک وقت خوب سرخ شود و بریان شود. بعد از باز گوشت با سیر اضافه میکنیم بالاش.
ما یکمک روغن شب خاطر دیگه اضافه کردم چون باز در برنج اینا دیگه روغن اضافه نمیکنیم به می مقدار روغن دیگه کفایت میکنه در تمام غذای ما. و حالا گوشت بسیر میخواییم که اضافه کنیم. گوشت هم بسیر اضافه کردم. میخواییم که چند دقیقه سرپوش هم بالاش بگذاریم. و منتظر میمانیم تا که گوشت خوب سرخ شود. صرف که ضرورت هم نداریم از بالای میز خوب است که دورشان کنیم. باید که گوشت منتظر باشیم تا که خود البته گوشت مرغ باید خوب سرخ شود و کاملا با پیاز سیر سرخ شود. وقتی که سرخ شد میخواستم از یک قوطی قروت استفاده کنیم که قروت لون چلو ما را خیلی خوشمزه تر میسازه استفاده بکنیم. بعض دوستا در روان چلو کاماده میکنن از چکم اینا استفاده میکنن، اما نخیر گوش کنیم که از قروت استفاده کنیم چون مواد اصلیش هست و طعمش خیلی خوشمزه تر میسازه. اینجا بادنجان رومی است که باز ما میخواییم بادنجان رومی را هم ریزه بکنیم. وقتی گوشت ما سرخ شد باز بادنجان رومی را بالاش اضافه میکنیم. به این اندازه بادنجان رومی را هم ریزه کردیم و منتظر میمانیم که گوشت سرخ شد. خوب گوشت ما چون از قبل نرم شده اما به شکل یخنی آمادش کرده بودم کاملا آماده شده، کمی کمک سرخ شد. بعد از اون میتونیم که دیگه مواد رو بالاش اضافه کنیم. در این لحظات برنامه خوب است که جای نرین، با ما باشین، وقفه خیلی کوتاه داریم. سلام و مجدد تمام تان خوش آمدید میگم به ادامه برنامه پخت و پز. خوب است تاییدن با ما خسته نشته باشین و طرز دهی غذای خوشمزه را هم دیگه یاد گرفته باشین. و گوشت هم خواستم که با پیاز و سیر سرخ کنیم. آیستا کاملا سرخ میشه و آب برنج هم جوش میخوره. میبینیم که آب برنج جوش خورد و حالا میخواییم برنج در دیگ اضافه بکنیم. یک کیلو برنج خواستیم استفاده کنیم. برنج هم خواستیم اضافه کنیم. خب حالا برنج مخلوط میکنیم در آب دیگه. در آب که نمک اضافه کرده بودیم میگذاریم تا که جوش بخوره و کاملا دیگه نرم شود. یک بار خوب از گوشت هم مخلوط بسازیم. میبینیم که پیاز هم دیگه خوب بیریان شده و آهسته‌آهسته گوشت هم خوب بیریان میشه. یک طرفش خوب سرخ شده، طرف دیگه شده دور میکنیم تا که طرفشان هم خوب سرخ شون. و یک کمک زردچوبه اینجا هست که میخواییم اضافه بکنیم. نمک خودش رو اضافه کرده بودیم. نیم قاشق هم زردچوبه به خاطر رنگش. بالای گوشت رو بادنجان رو میره هم اضافه کردیم. باز میکساریم که بادنجان رومی هم خوب سرخ شود. یک لون چلو خوشمزه با گوشت مرغ امروز میخواستم که آماده بکنیم براتون. برنجم دیگه جوش میخورد اما نرم نشده. خوب از بگذاریمش تا خوب جوش بخوره و نرم شود. بادنجان رومی هم دیگه در حال سرخ شدن است. با تمام موادی که اضافه کردم یک بار دیگه میخوام براتون تکرار بکنم، شاید بعض دوستای ما متوجه نشده باشن. در شروع ماده کرایی روغن اضافه کردیم. روغن که کاملا گرم شد یک عدد پیاز بود که من ریزه کردم بالاش اضافه کردم. پیاز که کاملا سرخ شد بعد از او بالاش یک عدد مرغ زنده بود که من به شکل یخنی در دیگ بخار خوب بخارش دادم تا اینکه بخار گوشت خوب نرم شد. گوشت اضافه کردیم با چند دندان سیر به خاطر که سیر خوشمزگیش بیشتر و زیادتر میسازه. بعد از اینکه گوشت ما سرخ شد خواستیم که یک کمک زردچوبه به خاطر رنگش و طعمش استفاده بکنیم. نمک هم اضافه کردیم و یک بار خوب سرپوش دیگه او طرف کنیم تا که شما ببینید. میبینیم که گوشت هم خوب دیگه سرخ شده. خوبی را مخلوط میسازیم. حالا میخواییم بادنجان رومی هم سرخ شد دیگه قروت اضافه کنیم بالاش. و حالا قروت اضافه کنیم.
خروط هم اضافه کردیم، حالا مخلوطش میسازیم. تا که خروط با گوشت خوب دیگه مخلوط شود. حالا حرارتش هم کمتر میسازم. میگذاریمش تا به می حرارت کمتری دوگام خوب سرخ شود. سرپوشش یک چند دقیقه بالاش میگذاریم. و اینجا از زیره درست خواستیم که استفاده بکنیم. ظروف که ضرورت هم نداریم خوب از دروشان کنیم از بالای میز. میگذاریمشان در اینجا و زیره درست هم باز در برنج استفاده میکنیم. یک بار خوب است ما برنج هم مخلوط کنم. ببینیم که دانه های برنج نرم شده یا نه. میبینیم دانای برنج هنوز نرم نشده، باید چند دقیقه دیگه میره بگذاریم تا که خوب جوش بخوره و برنج ما هم نرم شود. و البته گوشت که گوشت لونچلو ما را خواستیم آماده کنیم، میبینیم که کاملا دیگه جوش میخوره. هر رد شما کمتر ساختم تا با می قروت خوب جوش بخوره، خود گوشت ما همین طعم قروت بخواد بگیره. خیلی یک غذای خوشمزه است. دوستای ما که نامش در کامنت بر ما ارسال کرده بودن، خوب است که امروز برنامه را هم ببینن. من خواستم که براتون یک غذای خیلی خوشمزه آماده بسازم و این غذا طرفدارای خیلی زیادی دارم. مطمئن هستم همگی زیادی غذا را دوست دارن و یک از غذای معروف خود ما هست که در کشور خود ما آماده میسازیم. این غذا را بیشتر شما هم حتما این غذا را گوش کنید که در خانه‌تون آماده کنید، چون من به طریق خیلی آسان براتون آمادهش کردم. و حرارت خود گوشت هم کمتر گذاشتم، بخاطر به می حرارت کمتر یک قدر با قروت جوش خورده بره خوب تر است. همکارای ما لطف میکنن برنامه ما در اینستاگرام هم میگذارن. شما میتونین خیلی کوتاه برنامه ما در اینستاگرام هم تعقیب بکنین، ببینین و طرز تهیه غذایی که من روزمره در برنامه پخت پز برتون آماده میکنم شما میتونین که از اون طریق هم ببینین و یاد بگیرین. و برنج ما هم دیگه جوش میخوره تا اینکه من کاملا دانایش نرم شوه و من آبش صاف کنم. برنج ما هم بتیم میریم با هم یک جا وقفه خیلی کوتاه، زود زود برمیگردیم. جای نرین، مرتن ها نگذارین. سلام مجرد تمامتان خوش آمدید میگم به ادامه برنامه. و برنج هم ما در جوان وقفه آبش صاف کردم. در دیگ بسیار کم روغن اضافه کردیم به خاطر که میخواییم دمش بدیم. حرارتش هم روشن کردیم. آب برنج ما خوب رفته و در چلم صاف میره خواستم اضافه بکنم. حالا میخواییم که برنج در دیگ اضافه کنیم. تمام برنج به این شکل خواستیم که دیگه برنج دم بدیم. و برنج هم دم میتیم و یک کمک زیرام میخواییم بالاش اضافه بکنیم تا که خوب برنج دم بگیره دیگه. سرپوش هم بالاش میگذاریم. سرپوش هم بالاش گذاشتیم تا که خوب دم بگیره برنج. حرارتش هم برای فعلا من بیشتر گذاشتم و البته چون من خواستم میره دم بتم امی سردگی کمک بزرگتر بود، اما مشکل نیست. به این شکل ما شما چون سرپوش خود دیگ برابرش است دیگه، سردگی اگر کم بزرگتر هم باشه مشکل نداره، برنج ما کاملا خوب دم میگیرم. و اینجا هم ظرف برای تزیین غذای ما میگیریم. یک ظرف سفید خوب است که من انتخاب بکنم. این ظرف بخاطر تزیین غذا انتخاب کردیم. و یک چند دقیقه مگذاریم تا برنج ما خوب دم بگیره. بعد از او باز میخواییم که برنج که دم گرفت باز در ظرف تزینش میکنیم و زیره هم دیگه ضرورت نداریم. مگذاریمش در این قسمت. شما ترس تهی لون چلا و دیدین با گوشت مرغ که امروز من خواستم براتون آماده کنم که خیلی آسان ساده آماده میشه. و میبینین که گوشت با قروت و زردچوبه، پیاز، سیر، مقدار بادنجان رومی که اضافه کردیم کاملا دیگه آماده شده. من حرارتش هم خیلی کمتر گذاشتم تا که گرم باشه خوب. ای برنج به شکل چلو سفید آماده کردم و روغنش بسیار زیاد مکم اضافه کردم. در خود برنج، خود برنج نباید چرب باشه. برنج اضافه میکنیم در ظرف و
به شکل برنج هم اضافه کردیم و حالا سرپوش برنج بالایش میگذاریم. میخواییم که گوشت که امروز گوشت لاونچله و هم آماده کردیم اضافه کنیم در ظرف و بسیار یک لاونچله و خوشمزه با طعم خیلی خوب امروز من خواستم براتون آماده بسازم و وسط چه به شکل من خواستم که در یک ظرف براتون تزیینش کنم. اما شما اگر مشکل نبود در خانه چون میتونین به خاطر تصویرش خوب تر بیه شما خوب تر ببینین، در یک ظرف ما خواستیم با برنجی را تزیین بکنیم و یک ملاقه هم ضرورت داریم که بگیریم تا که گوشت خوب تر بتانیم بگیریم. سرپوش هم دور کردم و حالا گوشت که آماده کردیم میخواییم اضافه کنیم در قسمت وسطش یک لاونچله و خوشمزه با طعم خیلی خوب امروز ما براتون آماده کردم. من مطمئن هستم که شما هم دیگه ترستایش یاد گرفتین و میتونین که در خانه هم آماده بسازین چون طعم خیلی خوب داره، از مواد خیلی خوب تره ما استفاده کردیم. دو آماده کردنی ای لاونچله و که خیلی ساده و آسان آماده میشه تزینش کردیم در ظرف. ما خواستم در یک ظرف تزینش کنم، شما اگر دوست داشتین میتونین به شکل در یک ظرف تزینش بکنین، اما اگر دوست داشتین میتونین که جدا تزینش بکنین، هیچ کدام مشکل نداره. خب کاملا ظرف ما هم آماده شد، برنجاش هم دیگه قسمتاش خوب تر جمع میکنیم تا تمام قسمتای غوری یکسان برنج داشته باشم. بیام یک غذای خوشمزه که من امروز خواستم براتون آماده کنم و من مطمئن هستم که دوستای ما که کامنت مانده بودن و ترسته ای غذا را خواستن یاد گرفتن و میتونین که در خانه هم میره آماده بسازین چون خیلی ساده آماده میشه و با وقت خیلی کم ترم میتونیم که غذا را هم آماده بکنیم. اگر نتونستین امروز مکمل برنامه ما را ببینین، البته میتونین که از طریق چنل یوتیوب به طلوع برنامه پخت باز برنامه ما را ببینین و غذای مختلفی که ما براتون در برنامه آماده میسازم شما حتما او غذا را آماده کنین. این غذایی که امروز آماده کردیم براتون لاونچلو با گوشت و مرغ، یک غذای بسیار خوشمزه با طعم خیلی خوب است، حتما اینو تجربه بکنین و آماده بسازینش و از طریق اینستاگرام هم میتونین که برنامه ما را هم ببینین. با آخرین دقایق برنامه است، من ناگزیر هستم خداحافظی بکنم. وقت خوب و خوش براتون میخوام، اوقات لذات خوب و خوش، خداوند یار و نگهدار هممون.